در 28 مرداد 1332 مسئله بودن یا نبودن ملت ایران در پیش بود. صدامین تولد محمد رضا شاه پهلوی، نگاهی به کارنامه او در سیاست داخلی ایران. تقاضا از دولت تاجیکستان، روز کوروش کبیر را به جشن‌ها اضافه کنید. و بزرگ داشته اثر ماندگار فردوسی در بریتانیا. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. هفته گذشته صدومین سالگرد تولد محمد رضا پهلوی آخرین شاه ایران بود. شاه ایران یکی از مهمترین اصلاحات اقتصادی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران را به نام انقلاب سفید در سال 1341 خورشیدی آغاز کرد و در چند مرحله به اجرا گذاشت. در جریان انقلاب سفید، زنان ایرانی برای نخستین بار به حق رأی دست پیدا کردند و نظام ارباب و رعیتی از مناطق روستایی برچیده شد. مسئله‌ای که علمای شیعه به ویژه آیت الله خمینی آن را خلاف شرع و قانون اساسی می دانستند و در روز 15 خرداد سال 1342 در اعتراض به آن اصلاحات با حکومت پهلوی درگیر شدند. اما انقلاب سفید چه بود و چطور شروع شد و چه تأثیراتی بر جامعه ایران گذاشت؟ جزئیات بیشتر از کامبیز فتاحی. بودن یا نبودن، مسئله این بود. در 28 مرداد 1332 مسئله بودن یا نبودن ملت ایران در پیش بود. مراسم ویژه روز 28 مرداد، طرفداران شاه در خیابان‌های تهران در ششمین سالگرد سرنگونی دولت محمد مصدق، کودتایی که حکومت پهلوی آن را قیامی مردمی توصیف می‌کرد، رستاخیزی ملی با دستاوردهای بزرگ برای ایران. سد کرج و سفیدرود رو به اتمام است و ساختمان سد دز شروع شده. تعداد کارخانه های کشور از 3000 به 10000 افزایش یافته. علی‌رغم تبلیغات حکومت، ایران آن روزها کشوری فقیر و بحران زده بود. 85% مردم بی سواد بودند، 75% رعیت. رعایایی که فقط می توانستند در زمین های اربابان و خانها کار کنند. نظام فئودالی نابرابری که با آرمان های شاه برای ایرانی قدرتمند و پیشرفته فاصله زیادی داشت. اگه ما برگردیم، همونجور گفتم، به کودتای 28 مرداد، خب می بینی اونجا شاه مصدق و این نیروهای ملی رو به اصطلاح شکست میده. اما واقعیتش اینه که هنوز شما وقتی برمیگردین به به اصطلاح ساختار مجلس و اینا نگاه میکنین، اکثر کسایی که توی مجلس انتخاب شده بودن، به خصوص از شهرستان ها، درسته، اینها کسای نمایندگان همین قشر فئودال بودن دیگه، خانواده های سرشناس فئودال در هر منطقه، کسانی بودن که حالا یا پدر یا پسر مثلا می اومدن و راه پیدا میکردن به مجلس. اعلیحضرت همایون شاهنشاه که تا کنون 99 قریه و 25 اوبه از املاک سلطنتی را بین کشاورزان تقسیم کردند. با وجود تقسیم بخشی از زمین‌های سلطنتی، شاه تا مدت‌ها از به چالش کشیدن ساختار ارباب و رعیتی کشور پرهیز می‌کرد. اصلاحات به معنای درگیر شدن با ملاکان بزرگ بود که به خصوص در مجلس اکثریت داشتند و از حمایت روحانیت برخوردار بودند. در شرایطی که شاه به غیر از ارتشی نسبتاً ضعیف و مردانی چون شعبان جعفری پایگاه قابل توجه دیگری نداشت. اما با روی کار آمدن جان اف کندی در اولین روزهای دهه 1340 خورشیدی، فشار آمریکا بر شاه برای اصلاحات در کشور شدت گرفت. کندی و دستیارانش نگران بودند که فقر و نابرابری و فقدان آزادی‌های سیاسی ایران را دستخوش هرج و مرج و یک انقلاب کمونیستی کند. شاه و کندی اما رابطه سرد و پرتنشی داشتند. بنابر اسناد آمریکا، کندی شاه را رهبری متزلزل و فاقد پایگاه مردمی می‌دید و یک سال پیش از آن که شاه را به واشنگتن دعوت کند، گزینه کنار زدنش از قدرت را هم بررسی کرده، اما به این نتیجه رسیده بود که فعلا جانشین مناسب دیگری ندارد. هموطنان عزیز، ملت ارجمند ایران برای رسیدن به یک دموکراسی سالم
به ایجاد جامعه‌ای که از هر حیث خوشبخت و سعادتمند باشد. و همین خاطر دولت کندی در ابتدا برای اصلاحات روی این مرد حساب می‌کرد، علی امینی، سیاستمداری که شاه او را به اکراه به نخست وزیری منصوب کرد. در همین روز آقای دکتر امینی به مناسبت اولین سال به کار افتادن علی امینی اما حدود یک سال بیشتر دوام نیاورد. او دشمنان زیادی داشت. سران ارتش، روحانیان بانفوذ، ملاکان بزرگ و حتی طرفداران محمد مصدق که با برنامه‌های دولتش مخالفت می‌کردند. با کنار رفتن علی امینی، شاه در تابستان 1341 وزیر دربار و دوست دیرین خود اسدالله علم را نخست وزیر کرد و خودش شخصا پرچمدار اصلاحات شد. جناب آقای دکتر حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی تگ گزارشی محروس داشت. کنگره تعاونی دهقانان در تهران در دی 1341 که طی آن مجموعه اصلاحات ششگانه‌ای که حکومت حالا آن را انقلاب سفید شاه و مردم می‌خواند اعلام شد. الغاء رژیم ارباب و رعیتی، تصویب لوایح قانونی ملی کردن جنگل‌ها، فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی. محمد رضا شاه پهلوی مخالفان برنامه اصلاحات خود را ارتجاع سرخ و سیاه می‌خواند که به گفته او با حرکت روبه جلوی کشور مخالف بودند. مخالفان اما اصلاحات شاه را یک ترفند سیاسی عوام فریبانه می دیدند. در این میان روحانیونی چون آیت الله خمینی می گفتند اسلام در خطر است، چرا که قرار بود به زنان حق رأی داده شود. علت نارضایتی دیگر روحانیت دست گذاشتن دولت روی املاک موقوفی مذهبی بوده. حداقل 10% زمین‌های مناطق روستایی کشور که درآمدش به روحانیان می‌رسید. شما اگر این فاکتورهای مختلف رو کنار هم می‌ذارین، می‌بینین که مخالفت روحانیت با شاه به نظر من به بخش زیادیش هم برمیگرده به اینکه منافع اقتصادی اینها در حوزه‌های مختلف مورد تهدید قرار گرفته بود و بنابراین حالا شاید دستاویز مسئله مثل حقوق زنان یا مثل مسئله کاپیتالیسیون سبب شد که آقای خمینی بتونه به اصطلاح قشر دور خودش جمع بکنه. ولی بدون شک میبینیم که ساختار اقتصادی اینها دگرگون شده بود و به شکلی که مطلوبشون نبود. در میدان 28 مرداد که از جمله حوزه های اخذ آراست، جناب آقای امیر اسدالله علم نخست وزیر حضور یافته، مانند سایر افراد مردم رأی می دهند. ششم بهمن 1341 روزی مهم در تاریخ معاصر ایران. برنامه اصلاحات حکومت پهلوی به رأی گذاشته می شود، در حالی که رهبران جبهه ملی و تعداد دیگری از فعالان سیاسی مخالف بازداشت بودند. در دهات ورامین عقض رأی لوایح ششگانه اصلاحات مملکت همزمان با تهران در سراسر کشور اجرا شد. نتیجه یک رأی عاری قاطع بود، سرآغاز برشیده شدن نظام خان و خان سالاری، اعطای حق رأی به زنان و حرکت سپاه دانش ارتش به سمت مناطق روستایی. با تأییدات خداوند متعال نقد تاریخی انقلاب سفید همچنان ادامه دارد. بحث بر سر این که آن مجموعه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی شاه چه دستاوردها یا ایرادهایی داشته، یا اینکه انگیزه شاه چه بوده، ایجاد پایگاه مردمی محکمی برای خودش یا بهبود وضع زندگی مردم عمدتاً فقیر. اما علارغم همه اختلاف نظرات، بعد از گذشت بیش از نیم قرن حالا یک چیز روشن‌تر به نظر می‌رسد، اینکه آخرین شاه ایران با آن ابتکار عمل خود دگرگونی بنیادینی در کشور ایجاد کرد که آثارش تا به امروز باقی است. کامبیز فتاحی، بی بی سی، واشنگتن. شرکت کنندگان یک همایش بین‌المللی در شهر دوشنبه از دولت تاجیکستان خواستند تا یک روز را به عنوان روز کوروش کبیر به فهرست جشن‌های رسمی این کشور اضافه کند. این اواخر توجه به شخصیت کوروش، بنیانگذار سلسله هخامنشی در تاجیکستان بیشتر شده. جزئیات بیشتر از سهراب ضیا از شهر دوشنبه. موضوع بزرگداشت کوروش کبیر در تاجیکستان در این همایش مطرح شد. پژوهش در فرهنگ باستان از دیروز تا امروز که هفته گذشته با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان و بیش از 100 پژوهشگر و دانشمند از کشورهای مختلف جهان در شهر دوشنبه برگزار شد.
در بیانیه پایانی این همایش به دولت تاجیکستان پیشنهاد شد تا 29 اکتبر را به عنوان روز کوروش کبیر به فهرست جشن‌های رسمی این کشور وارد کند. مقام های تاجیکستان یک پیشنهاد دیگری شرکت کنندگان این همایش را درباره تأسیس شعبه دانشگاه جهانی کوروش کبیر در شهر دوشنبه پذیرفتند. این دانشگاه سال 2012 در نیویورک و سیدنی به ثبت رسیده و کاری اصلیش گسترش دانش ایران شناسی است. خود فرهنگ ایران هست که بزرگانی مانند کوروش رو پدید میاره. فرهنگ ایران هست که بزرگانی مانند داریوش، مانند حافظ، مانند فردوسی و مانند رودکی رو میزاید. کار ما پرداختن به این بنمایه ها، پرداختن به این گهواره، به این پستان پرشیر فرهنگ ایران شهری است که هر کسی از اینجا بنوشه میشود کوروش. چرا ما باید یک کوروش داشته باشیم؟ آثارخانه یا موزه ملی تاجیکستان، بخشی از این آثارخانه درباره دولت هخامنشی است که آن را کوروش کبیر پایه گذاشته بود. امپراتوری کوروش کبیر در آسیا، اروپا و آفریقا دامن گسترده بود. اما کوروش کبیر را بیشتر به عنوان اولین نویسنده اعلامیه حقوق بشر میشناسند. توجه به شخصیت کوروش کبیر در تاجیکستان بعد از سال 2006 بیشتر شد. آن سال را تاجیکستان سال بزرگداشت تمدن آریایی اعلام کرده بود. در این مدت کتاب‌های درباره کوروش کبیر به چاپ رسیدند. این پارک نو به نام کوروش کبیر، بنیادگذار و نخستین شاه هخامنشی در مرکز شهر دوشنبه است. اخیراً یک آموزشگاه نظامی هم در این شهر به نام کوروش کبیر گذاشته شد. بسیار هدف اصلی مقامات تاجیک از این اقدام را ارج‌گذاری به شخصیت و کارنامه چهره‌های تاریخی دوران پیش از اسلام می‌دانند. تندیس کوروش کبیر در موزه ملی تاجیکستان. بسیار یکی از دلایل توجه مقامات به چهره‌های تاریخی مانند کوروش کبیر را جلوگیری از مذهبی شدن جامعه، به ویژه افراطی‌گرایی جوانان تاجیک و تبلیغ همزیستی مسالمت‌آمیز می‌دانند. در دیگر دوره های تاریخ ما با کوروش تقریبا هیچ کس نمیتوانیم قیاس کردن. اولین نفری که از میان اقوام آریایی، همین اقوام پراکند پریشان آریایی را در یک امپراتوری جمع کرد، به هم آورد، کوروش بود. دیگر این که کوروش برای جامعه امروزی هم تاجیکستان هم جهان میتواند به حیث یک الگو خدمت کند. با این همه در تاجیکستان بسیاری هنوز از کوروش کبیر شناختی کافی ندارند. شاید به این دلیل باشد که این کشور میخواهد روز خاصی را همچون روز کوروش کبیر داشته باشد تا مردم به بهانه این روز به شخصیت و کارنامه او بیشتر توجه کنند. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. بامیان در مرکز افغانستان قرار است به زودی به عنوان اولین ولایت آری از مین در این کشور اعلام شود. این دستاورد بی سابقه به همکاری تنها گروه مینروبان زن به دست آمده. در حال حاضر ماموریت این گروه زنان مینروب پاکسازی یک منطقه کوهستانی در بامیان از وجود بمب‌های خوشه‌ای و مواد منفجر نشده است. خلیل نوری خبرنگار بی بی سی که یک روز را با این تیم سپری کرده میگوید این مینروبان جوان تا رسیدن به این و کسب حمایت خانواده راه درازی را پیمودند. ماموریت حیاتی و دشوار برای پیدا کردن دشمن خفته در خاک. بقایای 14 جنگ را از دل زمین بیرون می کنند. با نخستین گروه مینروبان زن در افغانستان آشنا شوید. انگیزه پیوستن به این گروه برای برخشان فردی است. در روز عید قربان بود، هم نفر رفته بود که بود کو رفته بود کار داشت، گفت ما برم زود میایم. رفت ما دیگه پس نمد ام زدک. اما ما از اون روز به بعد تصمیم گرفتم کاش که یکان چیزی یا یه وسایلی باشه که ما بتونم مینار پک کنم. برای بسیاری این دختران روستایی قناعت دادن خانواده هایشان آسان نبوده، درست مثل کارشان.
که مادر منو ترسم می‌خوردن، من پاکی یک چیز خطرناک است، برن خود از بین بره. دیگه خوشی من میرقم گفت بس بازم آمدم در ترنینگ من پاکی دیدم. اینجا میدان نبرد نیروهای شوروی و مجاهدین بود، اما حالا به کشتزار از بمب‌های خوشه‌ای و مواد منفجر نشده مبدل شده. در 2 ساعت اول کاریشان این تیم توانست یک مرمی منفجر نشده توپ را در اینجا و یک بمب خوشه‌ای را 10 متر دورتر آنجا پیدا کنند. این نشان می‌دهد که مشکل مواد منفجر نشده در افغانستان چقدر وسیع است و این دخترها ماموریت طولانی در پیش رو دارند. روی روی با این مواد منفجر نشده به شدت حساس کار است خطرناک. تنها راه آن از بین بردن است. در اطراف این کشتزار ماین در ولسوالی شبر زندگی ادامه دارد و همین مردم آسیب پذیرترین هم هستند. روزانه به گونه میانگین 4 نفر قربانی ماین در افغانستان می شوند. این زوج 6 ماه پیش 2 فرزند نوجوانشان را در انفجار ماین از دست دادند. مادر داغدار توان حرف زدن ندارد. پدر خانواده می گوید که فرزندانشان برای جمع‌آوری علف به کو رفته بودند. یک باشه از غلامیدی مگر او کنید اردو پای و اردو قای و فهمیدی سرمد درد داده بخید فهمیده نمیشد. دیگر اشتکایت من اما یک پایش نبود، یک دیشی نبود، دیگر او تاباتی نبود در جانش. بامیان باستانی که روزهای گرم و سرد زیاد را دیده، به زودی آری از ماین اعلام خواهد شد. خبر خوش برای 2 دختر قد و نیم قد فزه. محل بازی ایشان مسون‌تر خواهد شد. اما کل کشور برای نجات از ماین راه دراز در پیش دارد. ما جنگ پنهانی هستیم دیگه، پنهانی ماین پنهان است. مش یک پای خر بالای ماین بگذارم یا چیشم خیلی سخت است دیگه اینا. جنگ در کشور ادامه دارد و استفاده از ماین هم یکی از تاکتیک های اصلی نبرد است. نبردی که دورنمای آن پیچیده به نظر می رسد. خلیل نوری، BBC، ولسوالی شبر بامیان. مانی پیامبر ایرانی در سده 3 میلادی آیین تازه‌ای پدید آورد. او بر این باور بود که دنیا محل نبرد 2 نیروی روشنایی و تاریکی است که در نهایت به نابودی ماده و رهایی روح منجر می شود. شاپور 1 امپراتور ایران به مانی اجازه داد آیین خود را در امپراتوری تبلیغ کند، ولی بعدها با فشار روحانیون زرتشتی بهرام 1 مانی را زندانی کرد. در نوشته های گوناگون آمده پیکر مانی پس از مرگ از دروازه یه شهر آویزان شد و پیروان او سرکوب شدند. به تازگی در پایتخت جمهوری ایرلند نمایشگاهی ویژه مانی سازماندهی شده که در آن اسناد منحصر به فردی در دید مردم قرار گرفته. پژمان اکبرزاده گزارشی دارد از این نمایشگاه. دقیقاً 90 سال پیش این نسخه های شکننده پاپیروس در شمال مصر کشف شدند. دستنوشته های بر جای مانده از حدود سال 400 میلادی که انقلابی در شناخت اندیشه های مانی پیامبر ایرانی پدید آورد و در نهایت از موزه چستر بیتی در دوبلین سر در آورد. یکی از مهمترین بایگانی های نسخه های خطی در دنیا که تلاش طاقت فرسایی برای حفظ و مرمت دستنوشته های مانی انجام داده. مانی در دین خود ایده هایی از آیین زرتشتی، مسیحی و بودایی را در زمینه وجود منجی، دو نیروی نیک و بد و تناسخ پیوند داده بود. تبلیغ این دین گرچه به شکل جدی در امپراتوری ایران در دوره ساسانی آغاز شد، اما در مدتی کوتاه پیروان بسیاری از آسیای میانه تا اروپا پیدا کرد. می توانیم به آیین مانوی به عنوان نخستین دین جهانی بیاندیشیم. فکر می کنم یکی از دلایل این بود که مانی در میان رودان رشد کرد. منطقه‌ای که گرچه در آن زمان بخشی از امپراتوری ایران بود، ولی محل برخورد فرهنگ‌های ایرانی، یونانی، رومی و آرامی به شمار می‌رفت. او زرتشت، بودا و مسیح را به عنوان پیشینیان خود اعلام کرد. بسیاری از پیروانش 2 زبانه بودند و پیش از آن که به آیین او ایمان بیاورند، زرتشتی مسیحی یا بودایی بودند.
در نتیجه مانی توانست به سرعت ایده های خود را با باورهایی که مردم پیشتر به آنها معتقد بودند هماهنگ کند. موزه چستر بیتی در 90مین سالگرد کشف دست‌نوشته های مانی یک نمایشگاه 6 ماهه برای شناساندن دوباره این آثار برگزار کرده. در کنار نمایشگاه، هفته گذشته یک همایش نیز برای بررسی نتایج پژوهشی دست‌نوشته‌ها در دوبلین برگزار شد. همایشی که با یاری انجمن جهانی مانی شناسی در آلمان سازماندهی شده بود. گرچه مانی به عنوان یک پیامبر ایرانی شناخته می شود، اما هیچ یک از سخنرانان و شرکت کنندگان در این همایش ایرانی نبودند. آیین مانی در سده 15 میلادی محو شد و امروز پیروانی به شکل شناخته شده در دنیا ندارد. مانویان هر جا رفتند به عنوان بدعت‌گذاران در دین با آزار مواجه شدند. کتاب‌هایشان سوزانده می‌شد و در واقع تا حدود 100 سال پیش ما به نوشته‌های اصلی مانویان دسترسی نداشتیم. در سده گذشته کشف‌های تاریخی این فضا را دگرگون کرد. دست‌نوشته‌های قبطی در مصر پیدا شدند. دست‌نوشته‌های پهلوی و سغدی در تورفان و دست‌نوشته‌های چینی در دونهوانگ. هر دو در آسیای میانه. با همکارانم ایان گاردنر و جیسون بدون در حال کار روی یکی از مهمترین دست‌نوشته‌های قبطی هستیم که اطلاعات بسیار ارزشمندی درباره تأثیر مانی از سرچشمه‌های ایرانی به دست می‌دهد. برای نمونه او از قانون زرتشت سخن می‌گوید که به نظر می‌رسد با اوستا در پیوند باشد. موزه چستر بیتی برای نمایشگاه مانی بجز نمایش نسخه‌های منحصر به فرد خودش، اشیایی که در مراکز فرهنگی دیگه در اروپا در رابطه با مانی وجود داشته را هم به امانت گرفته. یکی از این آثار یک مهر کریستال از بایگانی کتابخانه ملی فرانسه است که تصویر مانی رو با نوشته‌هایی به خط آرامی پیرامون اون نشون میده و در اون نوشته شده مانی پیام‌آور عیسی مسیح. پژمان اکبرزاده، دوبلین، جمهوری ایرلند. به تازگی دانشگاه پمبروک در کمبریج جشن بزرگداشت شاهنامه را برگزار کرد. بنیاد مطالعات شاهنامه و ایرانشناسی 20 سالی است که نسخه های تاریخی پراکنده از شاهنامه فردوسی را از کلکسیون های خصوصی و کتابخانه های متعدد در گوشه و کنار دنیا جمع آوری کرده و به عنوان منبعی اطلاعاتی در اختیار پژوهشگران گذاشته. این بنیاد علاوه بر این کار در زمینه شاهنامه مقالات و کتاب هایی منتشر کرده. بهزاد بلور به دیدن 5مین جشن بزرگداشت شاهنامه رفته. کمبریج شهر دانش در قلب انگلستان و بریتانیا و ما هم در مرکزش هستیم. یکی از قدیمی ترین دانشگاه های شهر کمبریج کالج پمبروک هستش، 700 سال است و اینجا قلب شاهنامه است. و این قلب تپنده 20مین سالگرد فعالیتش رو در کمبریج بریتانیا جشن میگیره. در این جشن میتونیم ببینیم که تا چند شاهنامه تغییر شکل داده، از کتابخانه ها به زندگی روزمره اومده و حتی به کامپیوتر، تلفن و حتی باعث خنده و شادی های ما شده. باز چی شده؟ اسفندیار با جدا اومده اینجا. خب قدمش روی چشم گیر داده که اگه نیام باید باش بجنگم. خب بجنگ باهاش. خب من نمیخوام با پسر شاه بجنگم. خب پس بیا برو مارگ. منو ببر به آینده، اونا عقلشون بیشتر کار میکنه. این 5مین سالگرد نسل جدید شاهنامه شناسی و ایران شناسی و 20مین سالگرد گشایش این مطالعات در دانشگاه پمبروک کمبریج بود. در این رابطه نمایشگاه عکس از ایران قدیم، کتاب‌های مربوط به شاهنامه و ایران شناسی، کارتون و نمایش فیلم بود. این فیلم برگرفته از داستان بیژن و منیژه است. بیژن و منیژه دوران اشکانیان باقی مونده و در شاهنامه بازنویسی شده. در شاهنامه داستانه دوران اشکانیان هست که در هیچ جای دیگه نیست. شاهنامه در شناسنامه ایران زمین بزرگ پیش از اسلام هستش. کتاب شاهنامه استادیز 1 یعنی مطالعات شاهنامه نسخه 1 یا قسمت اول الان 4 جلد هست. هدف این بود که تمام نسخه های خطی با تصویر راجب شاهنامه جمع آوری کنیم. توی کمبریج چه هست، توی لندن چه هست، توی پاریس چه هست، توی سن پیترزبورگ چه هست، توی آلمان چه هست، مثل این. و هر ورق که تصویر هست عکس کرده. بیشتر از 30,000
عکس های آره. که اینجا میبینم تو کتاب شما مثل این آره بله. این رستم و سهراب. سهراب این نمایش که الان درست میکنیم نشان میده چطور شاهنامه هنوز زنده هست. آره. یعنی نه فقط توی متنهای قدیم ولی توی هنر معاصر. آره. خیلی مهمه. خیلی عالی. سپاس. آره. با نگاه به دستاوردهای سال گذشته این مرکز به این نکته پی میبریم که شخصیت‌ها و داستان‌های شاهنامه هنوز برای هنرمندان بین‌المللی الهام بخش. و روش‌های متنوع این مرکز در معرفی شناخت شاهنامه باعث شده که نسل جدیدی به شاهنامه فردوسی علاقه‌مند بشه. همینطور که دیدین امشب از چندین هنرمند و موسیقیدان و اینا ما ازشون خواهش کردیم که اومدن و برنامه‌های خودشون رو اینجا به نمایش گذاشتن و همین برنامه رو ما می‌خوایم که بیشتر این آرتیست‌ها هنرمندا بیان، هنرمندان ایرانی چه در ایران چه در خارج از ایران بیان و کاراشون رو معرفی کنم. پس چشم‌انداز این خواهد بود که شاهنامه به جریان بیفته دوباره، 100% و برای نسل‌های آینده که بدونن شاعرای ما کیه، نویسنده‌های ما کیه، هنرمندای جدید ما کیه و این خیلی مهمه. و به این شکل شاهنامه به روستر میشه. بله. همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.